بسیار عالی. عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم عزیز و گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز که ما را از طریق یوتیوب و رسانه های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران دنبال میکنند. امروز یه شنبه 29 ژانویه ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی، جلسه سخنرانی ماهانه نمایندگی منطقه جنوب آلمان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را آغاز میکنیم. در ابتدا بنده سخنرانان این جلسه رو خدمت شما معرفی میکنم. در ابتدا همراه میشیم با آقای سعید طائف با بررسی ماده 14 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. سپس سخنرانی خانم آیلار اسماعیلی رو میشنویم با موضوع شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی. در انتها هم بحث آزاد رو خواهیم داشت با موضوع حق حیات برای همه با تأکید بر اعدام و کشتار مردم ایران در خیزش انقلابی 1401. شما عزیزان و همکاران در پایان هر بخش در صورت تمایل و مشارکت و اعلام نظر میتونید در خدمتتون باشیم. از آقای طائف عزیز خواهش میکنم اگر آماده هستند من صدا رو براشون باست کنم. شما دسترسی در جناب طائف، میتونید استارت بفرمایید. بله، با عرض درود و خسته نباشید خدمت همه همکاران و تمام بینندگان و شنوندگانی که دارن ما رو از لایو میبینن. موضوع سخنرانی من امروز در رابطه با ماده 14 سازمان حقوق بشره که شامل دو بخشه که من در موقع سخنرانی حالا دو موردش هم حالا بیان میکنم. در اول من صحبتم رو با یه مقدمه کوچیک شروع میکنم که کمک و یاری رساندن به انسانها همواره مورد تاکید اندیشمندان سیاسی و بنیانگذاران حقوق بین الملل بوده است. کانت از جمله این اندیشمندان است که به نظر وی اصول اخلاق جهانی همه انسان‌ها را به محبت، همدردی و احسان به بیگانگان و غیر خودی‌ها همچون شهروندان یک دولت متحد می‌کند و آدمی به صرف آدم بودن یک رشته حقوق جدایی ناپذیر است. پوندورف نیز معتقد بود که طبیعت نوعی از خویشاوندی را میان انسان‌ها ایجاد کرده است و هر انسانی که هموطن ما نیست نیز باید مورد احترام قرار گیرد. همچنین ریتوریا بر این عقیده است که خداوند همه افراد را در برابر همسایگان و هم نوعان خود مسئول شناخته است. نهاد پناهندگی از خدمت زیادی برخوردار است و در تمدن‌های باستان و ادیان بزرگ مورد احترام بوده است. منابع حقوق حق پناهندگی. منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی هستند که در آنها مقررات حقوقی مربوط به حق پناهندگی و حقوق و تکالیف یک پناهجو در کشور پناهگاه را می توان یافت. این منابع عبارتند از قانونها و سندهای تقنینی مانند فرمانها، حکمها و غیره که در یک دولت نافذ و از لحاظ حقوقی دارای اعتبار هستند. در مورد پذیرش پناهنده هر کشور علاوه بر منابع ملی خواه ناخواه دو مسئله را در نظر می گیرد که عبارت است از حمایت از پناهنده بر مبنای دفاع از حقوق بشر و حمایت از منافع شهروندان خیش. حق پناهندگی را در دولت‌ها اعطا می‌کنند که دارای منافع مختلف می‌باشند. طبیعی است هر دولت باید منافع شهروندانش را نیز در نظر داشته باشد که تأمین نظم عمومی و امنیت ملی از جمله این منافع است. لذا شرایط و پایه‌های حقوقی ورود و پذیرش یک فرد بیگانه در یک کشور مطابق قانون و مقررات آن کشور تنظیم می‌گردد. هر کشور در مورد پناهندگان مقررات و روش کار خاص خود را دارد. از این رو منابع حقوقی که بر پایه آن حق پناهندگی در کشور تأمین می‌گردد و یا درخواست پناهندگی یک پناهجو پذیرفته یا رد می‌شود یا اینکه موضوع رد درخواست به دادگاه کشانیده می‌شود بر دو منبع حقوقی استوار است: منابع ملی یا داخلی و منابع بین المللی. منابع حقوق داخلی. منابع داخلی مجموعی از هنجارها، قواعد و رهنمودهایی است که موضوعات مربوط به پناهندگان را در داخل کشور تنظیم می کند.
این قواعد را می توان در متن قانون ها، فرمان ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها درباره پناهندگان پیدا نمود. منابع بین المللی، حقوق بین المللی. در درباره حقوق پناهندگان اسناد مختلفی در سطح بین المللی و منطقه‌ای پذیرفته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، کنوانسیون 28 جولای 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان. پروتکل 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان. کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی و تحقیرآمیز سال 1984. میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد سال 1966. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1966. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سال 1950. موافقتنامه دوبلین 1990 و رهنمود مورخ 29 آوریل 2004 شورای اتحادیه اروپا درباره معیارهای حداقل رفتار با پناهندگان و افراد بی‌تابعیت. منشور آفریقای حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق سال 1969. کنوانسیون 1954 کاراکاس در خصوص پناهندگی سیاسی و غیر سیاسی و غیره. از منابع مذکور مهمترین منابعی که در زمینه حقوق پناهندگان و مهاجران در اتحادیه اروپا اهمیت داشته و می تواند ایفای نقش کند، به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر. حقوق بشر حقوق و آزادی هایی است که در سطح جهانی و بین المللی مطرح است و به مثابه استانداردهای جهانی حقوق مزبور محسوب می شود. از این رو سازمان ملل متحد آن را آرمان خود قرار داده و کوشش می کند دولت ها حقوق مزبور را به رسمیت بشناسند و اجرا کنند. اگرچه منشور ملل متحد به پیشبرد حقوق بشر اشاره دارد، اما تعهد سیاسی واقعی نسبت به این آرمان صرفاً با تصویب و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر بروز پیدا کرد. این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بردارنده تعداد مفاهیم اخلاقی کلی و شامل 30 ماده است که نسبت به سخنرانی من اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 14 بیان می‌دارد: هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب. در موردی که تعقیب واقعی مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهای مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمیتوان از این حق استفاده نمود. الان اشاره میکنم به پناهندگی در ایران. گزارش مختصری که خدمتتون عرض کردم در رابطه با سازمان ملل بود و قوانینی بود که در رابطه باش بحث شده بود. الان میخواییم مقایسه کنیم این قوانین رو در ایران که ببینیم که در ایران به چه صورته، حالا در زمان پهلوی به چه صورت بوده، در زمان حال به چه صورت بوده. قوانینی هست که همزمان حالا داره حقوق پناهندگان رو مورد اجهاق قرار میگیره و در نهایت میپردازم به حقوق پناهندگی در ایران در رابطه با افغانی ها که واقعا خیلی اسفناکه. پناهندگان در ایران. پناهندگان افرادی هستند که به دلیل مناقشات یا آزار و اذیت به ناچار خانه های خود را ترک می کنند. در حقوق بین الملل تعریفی برای این افراد وجود دارد و آنها مورد حمایت هستند و نباید به محلی که زندگی و آزادیشان در خطر است بازگردانده شده یا اخراج شوند. جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده شهری برای یکی از طولانی مدت ترین بازی زمانی در جهان است و به مدت 4 دهه مأمنی برای پناهندگان بوده است. پس از گذشت 42 سال از حمله شوروی در سال 1979 میلادی و موج‌های بعدی حاصل از آن، مانند خشونت، بی‌وطن شدگی از افغانستان، به عنوان طولانی‌ترین وضعیت پناهندگان تحت پوشش کمیساریا ادامه دارد. همواره نیز حدود 5 میلیون افغانستانی در خارج از کشورشان بیجا شدند که از این تعداد 90% توسط جمهوری اسلامی پاکستان و ایران میزبانی می شوند.
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، 800 هزار پناهنده در ایران زندگی می کنند که تعداد 780 نفر از آنها افغانستانی و 20 هزار نفر عراقی هستند. علاوه بر این تخمین زده می شود که حدود 2.1 میلیون افغانستانی فاقد مدرک و نزدیک به 600 هزار دارنده گذرنامه افغانستان در ایران زندگی می کنند. از آغاز تحولات افغانستان در ماه اوت سال 2021 میلادی، تعداد افغانستانی هایی که به حمایت بین المللی نیاز دارند افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای مختلف دولت، از زمان وخیمتر شدن اوضاع در افغانستان در سال 2021 تعداد 500 تا 1 میلیون افغانستانی خانه های خود را به مقصد ایران ترک کردند. افغانستانی هایی که به کمیساریا مراجعه می کنند به نیاز فوری به حمایت و کمک به ویژه در زمینه مواد غذایی و سرپناه می پردازند. منابع حقوقی پناهندگی در ایران. پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده. اصل 155 قانون مذکور مقرر می دارد دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شود. در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین‌نامه پناهندگان مصوب 25/9342 و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد. هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نمود است و عملاً نیز پناهندگان بیشماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا کسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مؤاخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایط هستند پناهندگی نداده است. یکی دو مورد رو در این مورد به حضور شما می‌رسونم که ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی. در مورد ازدواج مرد پناهنده با زنی که تبعی ایران است، دو مطلب قابل توجه است. اول، مطابق ماده 10.59 قانون مدنی، نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. بنابراین اگر زن ایرانی مسلمان باشد، باید حتما به عقد ازدواج مرد مسلمان درآید. در زوج مسلمان بودن شرط است و فرق مختلف اسلام شیعه و سنی مورد نظر نمی باشد. بنابراین یک دختر ایرانی شیعه می تواند به عقد ازدواج یک پناهنده کردی که سنی است درآید، که اینجا به وضوح دیده میشه که یک کردی رو که خب هموطنای کرد هم ما داریم اینجا، مثلا میخواد که بگه باید بیاد به کشور ما پناهنده بشه. ضد و نقیض های خیلی هست در این قوانین. دوم، ازدواج با زن ایرانی و موکول به کسب اجازه مخصوص است. ماده 10.60 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد ازدواج زن ایرانی با تبعی خارجه در مواردی هم که مانع ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانتنامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود. هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 به 1 الی 3 سال حبس محکوم خواهد شد. ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی. ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی به طور کلی مقتضی به کسب اجازه از وزارت کشور یا هر مقام دولتی دیگری نیست. اما اگر شوهر کارمند دولت بوده و یا محصلی باشد که با هزینه دولت ایران تحصیل می کند، دولت می تواند ازدواج آنان را موکول به کسب مجوز نماید. ماده 10.61 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. که اینجا پر واضح مشخصه که در زمان
رضا شاه یا محمد رضا شاه، حالا در زمان پهلوی هم چنین نقض‌هایی بوده در قانون پناهندگی در ایران. پناهندگان بدون تابعیت، دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساکت است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تکلیف نکرده است. اما با استفاده از روح قوانین و شیوه عملکرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی، باید برام بود که قوانین ناظر به پناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی که تبعی کشور هستند اجرا می شود. فقط در مورد این دست از پناهندگان باید اضافه شود که اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف کشوری که در آن اقامت دائم دارد جان خود و افراد خانواده تحت تکلفش را در خطر احساس کند. و عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد پناهندگان آن است که در حالت اول خطر از طرف کشور مطبوع و در حالت دوم خطر از طرف کشور محل اقامت احساس و عنوان می شود. احوال شخصیه پناهندگان. احوال شخصیه پناهندگان که در ایران به سر می برند تابع قانون دولت مطبوع آنهاست. ماده 7 قانون مدنی مقرر می دارد اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطبع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود، که استثناءاتی هم وجود داره که یکی از استثناءات رو به عرض شما می رسونن. اولا، قوانین مربوط به احوال شخصی پناهندگان در صورتی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد قابل اجرا نخواهد بود. ماده 975 قانون مدنی در اون خصوص مقرر می دارد. محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. بنابر ماده فوق الذکر، اگر قانون ملی پناهنده مخالف با اخلاق حسنه باشد، قابل اجرا در ایران نخواهد. فرضاً اگر طبق قوانین کشوری که پناهنده تابعیت آن را دارد، ازدواج خواهر و برادر مجاز باشد، به چنین ازدواجی در ایران نمیتواند ترتیب اثر داد. زیرا این امر مخالف با اخلاق حسنه است و برای جامعه ایرانی تحمل آن مقدور نیست. و در نهایت میخوام دوباره از افغانی ها یک گزارش بدم خدمتتون. بسیاری از شهروندان افغانستان علارغم بیش از 4 دهه زندگی در ایران با مشکلاتی مانند محرومیت از شهروندی، نگاه منفی جامعه، تبعیض اقتصادی و اجتماعی و سرنوشت نامعلوم مواجه هستند. دکتر آرش نصر اصفهانی، جامعه شناس و معاون امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، طی مقاله‌ای درباره مشکلات عدیده و گسترده پناهجویان افغان که از حدود 40 سال پیش تا کنون به ایران مهاجرت کردند، گفت که سیاست‌های این کشور سبب شده است تا افغانستانی‌ها صرف نظر از سابقه سکونت و پیوند با جامعه ایرانی، همواره از حقوق کامل شهروندی محروم باشد و مجموعه ای از تبعیض‌های قانونی را تجربه کنند. به گزارش روزنامه فرهیختگان ایران، وی در این مقاله همچنین درباره محرومیت این مهاجران از شهروندی ایران اظهار داشت. ایران تمام درها را به روی شهروند ایرانی شدن مهاجران افغانی بسته است، جز در موارد استثنایی مانند ازدواج با مرد ایرانی که به ندرت هم اتفاق می‌افتد. افغانستانی‌ها امکانی برای دریافت تابعیت یا حتی اقامت بلند مدت در ایران ندارند. وی افزود کسانی در ایران به دنیا آمدند و بزرگ شدند و تمام مراحل جامعه پذیری را در جامعه ایران طی کردند. بسیاری از آنها هیچ تجربه مستقیمی از افغانستان ندارند و بیش از آن که تحت تأثیر موطن پدری خود باشند، به جامعه محلی و ایران متعلقند. اما این افراد با آنکه خواهان به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه ایرانی به عنوان عضوی از جامعه هستند، همواره طرد شده و بیگانه خوانده می شوند.
این جامعه شناس نگرش منفی جامعه ایران به مهاجران افغان را نیز چنین توضیح داد: جامعه ایران همواره افغانستان و افغانستانی را دیگر فرو مرتبه خود تصور می کند و این در نحوه تعامل ما با پناهندگان نیز خود را نشان می دهد. نه تنها قوانین ما به نحوی تنظیم شده که مانع از ادغام اجتماعی افغانستانی ها در ایران شود، بلکه رفتار بخشی از مردم در کوچه و خیابان نیز مبتنی بر همین نگاه بالا به پایین جامعه ایرانی و افغانستان و افغانستانی است. وی این نگاه منفی جامعه ایرانی به افغانها را از عوامل تبعیض اقتصادی و خشونت علیه آنها دانسته و گفته است: بخشی از نگرش منفی ایرانیان و تبع افغانستانی خصوصا در میان طبقات فرودست به سبب احساس رقابت اقتصادی است. در واقع برخی از کارگران ایرانی به غلط تصور می کنند کارگر افغانستانی عامل بیکاری یا شرایط بد اقتصادی آنهاست و در نتیجه افغانستانی ها را رقیب خود می دانند. این رقابت بر سر منابع حدود سبب شکل‌گیری نگرش منفی است که می تواند حتی در قالب خشونت خود را نشان دهد. برخی مسئولان دولتی و رسانه ها نیز با دامن زدن به این موضوع آن را در میان توده های فقیر تقویت می کنند. گفتنی است آمار دقیقی درباره افغان های ساکن ایران وجود ندارد. مسئولین دولت سابق افغانستان جمعیت آنها را 2.5 میلیون نفر اعلام کردند. عباس عراقچی معاون سابق وزیر امور خارجه ایران قبلا گفته بود که بیش از 3 میلیون نفر افغانی در ایران هستند و اینجا کاملا مشخصه که دولت جمهوری اسلامی با نقض قانون پناهندگی مخصوصا در مورد افغانستانی ها و حتی ارائه فرهنگ غلط و روابط مردم خود ایران با افغانی ها چه تأثیری داشته و در نهایت چکیده از آن چه که گفتم رو به حضور شما میرسونم و سخنرانیم رو به پایان میرسونم. یکی از عمده مسائلی که در حقوق بین المللی مطرح بوده و اهمیت آن بیش از پیش در تاریخ زندگی جوامع گوناگون افسوده میگردد، پدیده پناهندگی و مهاجرت میباشد که امروزه نیز با قدرت گرفتن گروهک‌های تروریستی به ویژه در مناطق عمده خاورمیانه و به تبع آن موجب گسترش آوارگان و مهاجرت به کشورهای بیگانه می‌گردد، باعث گردیده است که گفتمان وضعیت حقوق سیاسی مهاجرین و پناهندگان در محافل حقوقی و نهادهای بین‌المللی بیش از پیش رونق گیرد. در حقوق کشورهای جهان سخن گفتن از وضعیت حقوق سیاسی مهاجرین و پناهندگان تابع اصل رفتار متقابل است و بنا به عبارتی کشور پذیرنده مهاجر و پناهندگان به همان شیوه با این اتباعی کشور بیگانه برخورد خواهد نمود که دولت مطبوع این مهاجران و پناهندگان با اتباعی دولت گیرنده مهاجرین و پناهنده برخورد می نماید. آنچه در این نوشتار بدان اشاره کردم این است که با توجه به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در پذیرش اصل عدم تبعیض نسبت به بیگانگان به ویژه در خصوص حقوق سیاسیشان اکراه داشتند، زیرا هراس داشتند که این امر موجب اضمحلال حاکمیتشان خواهد شد و این حکومت با توجه به اصرار بر حاکمیت اسلامی خود اصل عدم تبعیض را در زمینه حقوق سیاسی اعمال نمی نماید. ممنون که در این مجال با من بودید. بسیار عالی جناب طایب، ممنون از شما و توضیحات کاملتون. به راستی که تنها یک دسته از مردمان جهان هستن که به ایران متاسفانه پناهنده میشن و اون افغانهای عزیز هستن که خب وضعیت اونها را در این همجور که فهمودی 40 سال گذشته به دلیل فرهنگ لا بعضن رسوخ کرده، فرهنگ نامناسب رسوخ کرده در ذهن مردم، برخورد خوبی هم باهاشون نشده و نه تا به امروز نشده و نمیشه متاسفانه. عزیزان اگه نقطه نظری در این مورد دارن سخنان آقای طائف میشنویم. بسیار عالی. سخنران بعدیمون رو و خدمتشون هستیم، خانم آیلار اسماعیلی با موضوع شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی.
مایک برای شما باز خانم اسماعیلی، در خدمت شما هستیم، میشنویم شما رو. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین المللی اوکراین، پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کیف بود که در 18 دی ماه 1398 8 ژانویه 2020 هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ساقط شد. همه 176 سرنشین این پرواز جان باختند. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، تعداد دقیق سرنشینان این هواپیما 176 نفر است که از این تعداد 167 مسافر و 9 خدمه پروازی بودند. رسانه‌های دولتی ایران در ابتدا گزارش داده بودند که این هواپیما 180 سرنشین داشته است. ایسنا درباره مسافران این پرواز نوشت بیشتر مسافران این هواپیما ایرانی بودند. با این حال برخی از اتباع خارجی نیز در این پرواز حضور داشتند. پس از آن مقامات تایید کردند که حداقل 139 نفر در این هواپیما ایرانی بودند که بیشتر آنها پس از تعطیلات زمستانی از طریق اوکراین به کانادا باز می‌گشتند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو گفته است که از 167 مسافر 138 نفر قصد سفر به کانادا را داشتند. بسیاری از این مسافران ایرانیان کانادایی بودند که به عنوان دانشجو یا محقق دانشگاه‌های کانادا برای تعطیلات زمستانی به ایران سفر کرده بودند. از این حیث این سقوط بزرگترین تلفات جانی کشور کانادا در صنعت هوانوردی از زمان بمبگذاری سال 1985 پرواز شماره 182 خطوط هوایی هند را شامل می شود. با وجود شواهد بسیاری که حاکی از حمله موشکی سپاه پاسداران بود، دولت جمهوری اسلامی ایران و سپاه برای 3 روز به شکل متفق القولی شلیک موشک را انکار کردند. اما نهایتاً در 21 دی ماه 1398 مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. این فاجعه تنها ساعتی پس از حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران به پایگاه هوایی عین السد در عراق صورت گرفت. حمله‌ای در پاسخ این نیرو به کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه قاسم سلیمانی و فرمانده حشدالشعبی. ابو مهدی المهندس در یک حمله پهپادی آمریکا در بغداد در روز 13 دی 1398 صورت گرفت. سرنگون کردن پرواز 752 سریعاً به یکی از بزرگترین چالش‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. وزارتخانه‌ای که وزیر سابق آن محمد جواد ظریف پیش از افشای رسمی نقش سپاه در ساقط شدن این هواپیما به تلاش جهت انکار آن برآمد و پس از آن نیز با انتشار فایل‌های صوتی و ارسال آن برای اعضای خانواده قربانیان سعی در نشر تئوری‌های توطئه داشت. تئوری‌های جهت جلوگیری از متهم شدن مقام‌های ارشد دولتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این فاجعه. 18 ماه پس از ساقط شدن پرواز 752 در 3 تیر ماه 1400 دولت کانادا گزارشی رسمی در این رابطه منتشر کرد که در آن صریحاً و همچون بیانیه‌های پیشین دولت کانادا مقام‌های ارشد نظامی و دولتی جمهوری اسلامی ایران را به علت اتخاذ تدابیری که شرایط را برای به خطر انداختن امنیت پروازهای مسافربری بر فراز ایران و در نهایت سرنگونی پرواز 752 فراهم می‌کرد متهم می‌کند. شواهد و مدارک موجود در رابطه با سانحه پرواز 752 بیش از پیش قصور در بروز این فاجعه را نه آنطور که مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا می کنند متوجه افسران جزء کاربر سامانه تورم، بلکه برگردن مقامات ارشد دولتی و نظامی این حکومت می اندازد. مقام های چون علی خامنه ای، علی شمخانی، حسین سلامی و امیر علی حاجی‌زاده که با علم بر احتمال قوی بروز حملات تلافی جویانه ایالات متحده آمریکا، حریم هوایی ایران به خصوص بر فراز مناطق حساس نظامی را باز گذاشته و از هواپیماهای مسافربری و سرنشینانشان به عنوان عاملی بازدارنده در برابر آن استفاده کردند. آن هم در شرایطی که در سالهای 1386 الی 1390 بر اساس اسناد وزارت دفاع آمریکا
سامانه‌های پدافندی سپاه پاسداران به طور اشتباهی به سمت هواپیماهای نظامی و غیر نظامی ایرانی موشک شلیک کرده و یا بر روی آنها قفل راداری انجام داده بود. امری که ناشی از ضعف فرماندهی و ضعف آموزش پرسنل پدافندی سپاه و همچنین عدم هماهنگی نیروهای هوافضای سپاه و نیروی پدافند هوایی ارتش بود. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اوکراین می‌گوید شواهد حاکی است سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران عمدی و در راستای ایجاد سپر انسانی برای ممانعت از حمله آمریکا بوده است. گروه تحقیق این انجمن در گزارش خود از این رخداد به فایل صوتی لو رفته مصاحبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران اشاره می‌کند و می‌گوید در این فایل آقای ظریف تاکید کرده که از سوی علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و محمد حسین باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح تحت فشار بوده تا علناً روایت سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی را اعلام کند. این گزارش میگوید همزمان با هواپیمای ساقط شده چندین پرواز نیز در مسیر هواپیمایی اوکراین در پرواز بوده و حتی مقامات ایران مسیر پرواز اطلس گلوبال را تغییر داده است و تنها پرواز هواپیمایی اوکراینی را که دولت ایران مطمئن بوده هیچ شهروند آمریکایی در آن نیز هدف قرار داده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان این حادثه در ادامه گفته است در گیت امنیتی این پرواز در فرودگاه بین‌المللی تهران که توسط سپاه پاسداران کنترل می‌شود از برخی مسافران پرسیده شده که آیا پاسپورت آمریکایی دارند یا خیر. این امر می‌تواند حاکی از این باشد که سپاه پاسداران می‌خواست مطمئن شود که هیچ شهروند آمریکایی سوار هواپیما نیست. این گزارش به تأخیر مشکوک 57 دقیقه‌ای پرواز هواپیما اشاره کرده و نوشته است بعد از سقوط هواپیما نیز علاوه بر بولدوزر انداختن به محل سقوط وسایل الکترونیکی مسافران شامل موبایل و غیره به صورت سیستماتیک تخریب و حافظه آنها پاک شده است. روز شنبه 21 دی ماه 1398 در پی تایید رسمی نقش سپاه پاسداران در ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، دانشجویان و مردم معترض در برابر دانشگاه‌های امیرکبیر شریف تهران در اعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمایی مسافربری اوکراین و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی ایران دست به تجمع و تظاهرات زده و علیه دروغگویی و پنهانکاری مسئولان شعار دادند و خواستار استعفای علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح شدند. به جز تهران در شهرهای ساری، اصفهان، رشت، همدان، کرمان، شیراز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی برگزار شد. روز 22 دی 1398 در اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران یک تجمع اعتراضی در شهر آمل در مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران برگزار شد که 14 نفر از آنها دستگیر شده بودند و در دادگاه انقلاب شهر آمل 5 نفر از آنها را در مجموع به 30 ماه حبس و زندان محکوم کردند. خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی در شهرهای ادمونتون، تورنتو، مونترال، وینیپگ و کالگاری دست به حرکت اعتراضی زده و خواهان اجرای عدالت شدند. حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش از قربانیان است گفت این تحقیق بایستی مستقل از دخالت‌های ایران انجام شود. در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران شماری از خانواده‌های قربانیان این حادثه با تجمع در فرودگاه امام خمینی و محل حادثه در شادشهر تجمع کرده و نسبت به روند پیگیری پرونده سرنگونی این هواپیما اعتراض کردند. آنها با لباس مشکی و چشمان اشکبار شاخه های گل در دست داشتند و گفتند عدالت قابل مبادله نیست. ما محکم ایستاده ایم تا جنایتکاران را در دادگاه بی‌طرف محاکمه کنیم. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752، نهاد مدنی و نماینده خانواده 140 تن از جانباختگان ساقط شدن پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 پس از ساقط کردن پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین
توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی خانواده های جانباختگان با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره مسافران، ایجاد همبستگی بین خانواده های عزادار و دادخواهی تأسیس شده است. انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده پرواز PS752 از جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی شکایت کردند. جمعی از اعضای این انجمن و وکلای آن روز چهارشنبه 23 شهریور 1401 با حضور در اندیشکده آتلانتیک در واشنگتن دی سی با اعلام خبر ثبت شکایت در دیوان کیفری بین المللی، دلیل این شکایت را عدم اقدام حقوقی مؤثر از سوی دولت‌های ذی‌نفع در این پرونده خواندند. خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 اعلام کردند که از حکومت ایران و سپاه پاسداران به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به این نهاد قضایی بین‌المللی شکایت کردند. تعدادی از اعضای انجمن خانواده‌های پرواز PS752 که در نشست اندیشکده آتلانتیک در واشنگتن حاضر بودند تأکید کردند تلاش آنها برای شکایت به دیوان بین‌المللی کیفری به منظور پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدام جنایتکارانه سرنگونی هواپیماست. امیر فرزند ندا صدیقی از جانباختگان پرواز PS752 در این نشست گفت: ما می‌خواهیم ثابت کنیم که حکومت ایران و سپاه مسئول این فاجعه هستند. آنها اول شلیک به هواپیما را رد کردند و سپس گفتند که اتفاقی بوده است. ما این شکایت را انجام دادیم تا چنین اتفاقی در آینده تکرار نشود و مطمئن شویم که عاملان آن مجازات خواهند شد. او با اشاره به اینکه خانواده‌ها بیش از این در دادگاه‌های داخلی برای اثبات مجرم بودن حکومت ایران اقدام کرده‌اند، این بهترین راه بازگردن پرونده بین‌المللی است. او گفت خواسته خانواده‌ها این است که دادگاه جنایی بین‌المللی این اتفاق را جنایت علیه بشریت بشناسد. کوروش یکی دیگر از اعضای انجمن هم در این نشست گفت: ما برای مجازات نیامدیم، ما برای دادخواهی آمدیم. به گفته او دستگاه قضایی اوکراین هم به انجمن در شکایت به دیوان بین‌المللی کیفری کمک می‌کند. اعضای انجمن که در نشست حاضر بودند به این نکته اشاره کردند که پیش از آغاز جنگ اوکراین قرار بود تحقیقات قضایی در آن کشور آغاز شود، اما حمله روسیه به اوکراین همه چیز را متوقف کرد. اعضای انجمن که در این نشست شرکت کردند همچنین به آزار سیستماتیک خانواده‌های قربانیان در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند. جواد سلیمانی که همسرش را در این فاجعه از دست داده است با بیان اینکه خانواده‌های قربانیان در ایران شکنجه روحی و جسمی شدند گفت خانواده همسر او از سوی حکومت تهدید شدند. او گفت که با فشار وابستگان حکومت ایران پست‌های خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام پاک می‌شود. نواز ابراهیم که خواهرزاده و برادرش را از دست داده نیز گفت که در این 2 سال و 9 ماه خانواده آنها به طور سیستماتیک از سوی حکومت آزار دیدند. او گفت خانواده ها دلایلی دارند که ثابت می کند حکومت حافظه تلفن های کشته شده ها را پاک کرده و حداقل به 2 خانواده جنازه هایی را تحویل داده که به آنها تعلق نداشته است. البرز صادقی که برادر، خواهر، برادرزاده و یکی دیگر از بستگانش را در این فاجعه از دست داده نیز گفت آزار و اذیت خانواده ها همچنان وجود دارد. به گفته او در 2 سالگرد این حادثه که خانواده ها در محل سقوط هواپیما جمع شدند، ماموران برای پراکنده کردن آنها از ماشین های آبپاش استفاده کردند. انجمن خانواده های قربانیان پرواز PS752 فراخوانی را به مناسبت 3 سالگرد کشته شدن سرنشینان هواپیمایی اوکراینی تحت عنوان عدالت بیروز است برای تظاهرات ایرانیان سراسر جهان در روز یکشنبه 8 ژانویه 2023 منتشر کردند. مهمترین تجمع اما در ایران برگزار شد. جمعی از خانواده‌های قربانیان در محل سقوط هواپیما در شاهدشهر واقع در نزدیکی تهران گرد هم آمدند و شعار سپاه جنایت می‌کند، قاضی حمایت می‌کند و کربلا همینجاست سر دادند. روز شنبه هم خانواده نسیم رحمانی فر، یکی از قربانیان هواپیمایی اوکراینی به همراه جمع کوچکی از مردم بر مزار او در تهران جمع شدند. پدر نسیم رحمانی فر در این مراسم
دادگاه برگزار شده برای رسیدگی به اتهامات عوامل شلیک به هواپیما را فرمایشی خواند که جای فرماندهان اصلی در آن خالی است. او افزود 3 سال گذشت از کشته شدن نسیم و عزیزترین موجوداتی که به هیچ عنوان مستحق مرگ نبودند، به دست پلیدترین موجوداتی که به هیچ وجه مستحق زندگی نیستند. تا زمانی که زنده ام از دادخواهی پاپس نمی کشم. پس از سخنان او جمعیت حاضر شعار دادند: مرگ بر قاتلین، حقیقت و عدالت، نمی بخشیم نه فراموش می کنیم. با امید بر فردای ایرانی روشن و ایرانی آزاد و آباد. مرسی از اینکه سخنرانی من رو گوش دادید. ممنون از شما سرکار خانم بابت سخنرانیتون. چند تا نکته حالا تو بحث پرواز 752 پیس 752 خیلی بعضی موقع ذهن من رو به شخص مغشوش میکنه. یکی تو بحث انجمن این خانواده است که در شروع اگر خاطرم باشه با 7 یا 8 عضو شروع شد و امروز اون 7 یا 8 عضو اصلی شاید تنها 1 یا 2 عضو داره. خط سیر و مسیری که گرفته شد در ابتدا نوشته شد تا به امروز برسه، در ابتدا 1 هدف داشت و امروز به ظاهر هم اهداف دیگه ای رو داره دنبال میکنه. حالا تو بحث حالا بعد از 3 سال اتفاقاتی که امروز چند مدت قبل تو بحث سالگردش با هلیکوپتر گلباران کردن، اونهایی که تا 2 سال پیش حتی والا ممانعت میکردن از به نوعی یاد بود گرفتن برای این عزیزان، و امسال به دلیل حال بحث اعتراضاتی هم که بود و خودشینی هایی که میخواستن بکنن بحث گلباران رو داشتن و حالا معرفی یک شخصی خورده پا میتونیم بگیم عنوان عامل اصلی و کسی که باعث شد خطای انسانی شکل بگیره و این اتفاق بیفته. اینا همه حالا بحث هایی که میشه روش وقت گذاشت و در موردش صحبت کرد، هر کدومش زمان طولانی میخواد برای باز کردنش، ولی در کل یادشون گرامی و نامشون تا ابد جاودانه باد. از همینجا تسلیت میگیم از جانب خودمون کانون به خانواده های این عزیزان، امیدواریم که خداوند آرامش خودش رو بر اونها جاری کنه. اگر نقطه نظری هست در باب صحبت‌های سرکار خانم، بله آقای طائف من صدای شما رو باز کنم، بفرمایید آقای طائف. بله ممنون از اینکه وقت رو در اختیار من گذاشتید. چند تا مورد هست، من اینا رو چند وقت دارم روش حالا مطالعه میکنم و تحقیق میکنم، و چون اول همینطور که فرمودید تو کانون تو انجمنشون خیلی یا اصلا مؤسس بود، مؤسس این انجمن بودن با آقای اسماعیلی، بعد با هم جمع شدن یه انجمنی رو تأسیس کردن، ولی من دارم میبینم که بعضی از این انجمن دارن میان بیرون و یه اختلافاتی تو این انجمن ها هست، مخصوصا مسئول امور مالیشون آقای محمود زیبایی که من سعی کردم با ایشون هم تماس بگیرم ولی فعلا موفق نشدم، که از امور مالی اومدن بیرون، یا آقای مقدم یا آقای گرجینامی که کلن به اختلاف خوردن. و تو این هواپیما واقعیتش ظاهر امر بله هم دردناکه، بالاخره انسان بودن، هموطنمون بودن، بالاخره خیلی سخته. با تو جلسه هم که تقریبا 2 ماه پیش آقای اسماعیلون اونجا بودن، رفتیم از نزدیک با اون چند تن از اونایی که عزیزانشون از دست داده بودن صحبت کردیم، واقعا درکش سخته. ولی در باطن مسئله دیگه ای که هست، تو این هواپیما شخصیت های دیگه ای هم بودن، از جمله برادرزاده رئیس صدا و سیما که تو این هواپیما بوده کشته شده، بعد 2 تا برادرای رئیس و صدا و سیما الان 3 سال تو کانادا سپاهی بودن، تو ظاهر امر میگم ما کاره ای نیستیم ولی خب مشخصه کاری بودن تو کانادا، و بعد از 3 سال تازه 1-2 ماه پیش اعلام پناهندگی کردن، و اینا 3 سال تو کانون با آقای اسماعیلیون بودن که کمتر کسی از این خبر داشته.
یا 12 نفر از این جوانانی که تو هواپیما بودن از دانشجویان برجسته دانشگاه شریف بودن که از رابطه های نزدیکی داشتن با آقای قاسم سلیمانی، که من عکس یکیشون هم دیدم که با خانومشون با آقای سلیمانی عکس گرفته بودن که اینا همشون بورسیه گرفته بودن و تو کانادا داشتن تحصیل میکردن. واسه همین یه کمی پیچیده است مسائل اینا، و این چیز رو من مسئله رو از موقعی که یه اتفاقی تو کانادا افتاد زیاد روش زوم کردم، اونم این بود که آقای رضا پهلوی رفته بودن برای اکران فیلم آقای اسماعیلیون و گل برده بودن و بعد تقدیر رو بالاخره، به غیر از اینکه شخصیت سیاسیش چیه، پدرش کی بوده، پدر بزرگش کی بوده، یک ایرانی هستن بالاخره، رفته بودن اونجا، ولی آقای اسماعیلیون اصلا انگار نه انگار که یک ایرانی اومده برای دیدنش، برای اظهار همدردی. بعد تو ویدیویی که از ایشون پخش شد گفت من از انجمن اجازه نگرفته بودم که به ایشون سلام بکنم. از اینجا من خودم خیلی زوم کردم، خیلی حساس شدم که ببینم موضوع چیه، و کم کم تاره بیشتر میشه که تو هواپیما چه کسانی بودن، سپاهی ها بودن و تو انجمن خود ایشون سپاهی ها هستن و موضوعات دیگه که خب حالا به قول شما یک بحث کلی رو میطلبه. خواستم این چند نکته رو بگم که حالا درست تو یه بارم خود سخنرانی خود من بود همین هواپیما، ولی از اون موقعی که من این چیزا رو دیدم یک کمی بیشتر دارم تحقیق میکنم که ببینم پشت صحنه چه چیزایی هست، که مثلا آقای اسماعیلیون خودش تو زندان جمهوری اسلامی بوده، یه کتابی نوشته که عکس جلد کتابش یا در آخر به مجاهدین داره اشاره میکنه، که الان خیلی میگن که ایشون از مجاهدینه، بعضیا میگن چپیه، بعضیا میگن سپاهیه، ولی خب حرفا زیاده، ولی خب اصل موضوع مشخص نیست، که به قول زمان زیادی میخواد که در این بوده باید تحقیق میشه. بله ممنون از شما جناب طایف، درست میفرمایید. حالا میگم تو بحث من ریز نشدم، تو بحث تک به تک اشخاص، مخصوصا این بحث اخوان جبینی خودش یه مقوله بسیار پیچیده است. جناب آقای سمانی اگر اشتباه نکنم، مایک در اختیار شماست، بفهمید. بله سلام خدمت دوستان و همه همکاران، و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، همونطور که حالا همه مطلعیم، هواپیما اوکراینی که خوب ساقط شدنش کاملا عمدی بود، درسته که حالا دولت هیچ موقع زیر بارش نمیده، اگه خاطرتون باشه زمانی که ساقط شد خود حتی اوکراین، حالا بنا چه شاید عنوان نشه، ولی خود اوکراین هم میدونست. ببینید قسمت مشکلاتی که اون روز بود، اون روزها تو ایران بود، خیلی از بحث‌های آبسر جنگ الکترونیک، سایت‌های راداری و خیلی از بحث‌های چیزا رادارا رو مختل کرده بود خود ایران و سپاه. به خاطر این آمریکا خب خیلی مایل بود به ردیابی موشک‌ها، ببینه شلیک میشن، چه قدرتی دارن، چه دقتی دارن، و به نوعی ببینه اصلا ایران که حالا بعضی خیلی وقتا مدعیان موشک ساختن مثلا چه مقوله‌ای هست، تا غیر از این که حالا به کجا استفاده کنه. هواپیما خیلی از صحبت‌ها بعدش شد که هواپیمای چون بوئینگ بوده، آواکسا توی خلیج فارس از سیستم بوئینگ این چون آمریکایی بوده استفاده می‌کردن برای ردیابی و بعضی کارها در ایران. یکی از این بحث‌ها این بود که گفتم ساقط شده، که بعضی ها ردش کردن، بعضی ها حالا تاییدش کردن که میگفتن از سیستم های این استفاده میکرده. یه مسئله دیگه اساسی هم که داشت، ایران اعلام میکرد که این اپراتور ما اشتباه کرده، فکر کرده موشک کروزه داره میاد، در صورتی که خب هواپیما وقتی زدنش حدود 2000 متر ارتفاع داشت از زمین، چون توی تهران بود دیگه، سرعتش هم حدود 500 کیلومتر در ساعت اصلا رادارا ثبت کرده بودن، خود رادارای فرودگاه، که این نظرم در که موشک کروز بود از مرز باید وارد ایران میشد. قبل از اون چند لایه سایت راداری و پدافند موشک ها دیده بود، اطلاع رسانه میکرد. بعد هم سایت های اپراتور هم به این شکل نیست که اپراتور شلیک کنه، سایت های راداری اطلاعات ها میگیرن قبل از ورود به خاک ایران، اطلاع میدن، اخطار میدن، و به این راحتی ها نیست. دوم اینه که هواپیماهای مسافری همه کد دارن، روی تمام سایت های رادار با کد چی میشن ثبت میشن و به راحتی قابل شناسایی هستن، و سرعت هاشون هم چیه، چون با هماهنگی سرعت میگیرن راحت قابل شناسایی هستش. به غیر از اینا خود سپاه
با توجه به مشکلات بعد از بخصوص بعد از جنگ اومد وارد صنعت هوافضا شد تو ایران متاسفانه. هر سیستم پدافندی ما یه تیکش دست ارتشی، تیکش دست سپاه، یک ولوشویی توش بی حد که هر کس برای خودش میدونه. حتی توی سال 92 اسفند 92 یک هواپیمای جت فالکون مال خود هواپیمای کشور بود، اسمش فلای چک، سیستم فرودگاه رو چک میکنه، اونم توی کیش گفته توی دریا مشکوک بود. اول چون اونایی که دیده بودنش از نزدیک گفته بودن موتورش آتیش گرفت منفجر شد، بعدها موتورا کشیدن بیرون گفتن نه انفجاری نبوده، هیچ موقع سوانش اعلام نکردن چون هواپیما حالت خصوصی بود، اونم به اشتباه با پدافند با سایت های سپاه زده بودنش به اشتباه. از این مسائل متاسفانه زیاد هستش. اینم میگم که بیشتر دلیلش چشم هم کاملا عمدی بود و مطلع بودن. اگر خاطرتون باشه موشک اولا به شلیک کردن نخورد و موشک دوم رو بهش دوباره شلیک کردن که مطمئن میشن که صادق میشه. خیلی ممنون از وقتی در اختیار بنده گذاشتید. بله ممنون از شما جناب شایگان عزیز. مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود عرض ادب خدمت همه همکاران، خسته نباشید به شما و دیگر عزیزان، خانم اسماعیلی عزیز بابت سخنرانیش. من تو سخنرانی آقای طائف امکان صحبت نداشتم، یه مرور کوتاه، یه جمله کوتاه در مورد اون بگم بعد بیایم تو سراغ هواپیمای اوکراینی. آقای طائف دقیقا درست اشاره کردن، اما یک نکته هم باید اضافه کرد بهش که قوانین جمهوری اسلامی، حالا قوانین ایران در مجموع، حالا چه جمهوری اسلامی چه پهلوی، چقدر ضد زن بوده و هست. اونجایی که یک زن ایرانی اگه بخواد با یک تبعی بیگانه ازدواج کنه باید چه مصیبت هایی بکشه، ولی یک مرد ایرانی اگر بخواد ازدواج کنه هیچ مانعی وجود نداره و غیره و ذالک. بنابراین یک نقض حقوق زنان بسیار گسترده تو همین یک قانون کوچیک وجود داره. این از این. برگردیم به هواپیمای اوکراینی. حالا اینکه انجمن چه برنامه ای و هدفی دارد و ندارد واقعا اصلا اهمیت به نظر من نداره. اینکه این هواپیما به اشتباه، ببینید یک کلمه تو کلمات باید خیلی دقت کنیم، به اشتباه اصلا یه چیز غلطیه، اصلا چیزی به نام اشتباه ما نداریم، مخصوصا تو همچین موضوع حساسی. کاملا عمدی بوده و این تروریستی بودن سپاه پاسداران رو نشون میده. ضمن اینکه قبلا همین اتفاق افتاده، جایی که یک هواپیمای مسافربری تو خلیج فارس توسط ناو آمریکایی ساقط شد. چرا؟ چون یک هواپیمای جنگنده در کنار اون، یعنی هواپیمای مسافربری و سپر انسانی کرده بودن. حالا برگردیم به همین دیروز که پهپادهای اسرائیلی اومدن چند شهر ایران رو، مقرهای نظامی رو بمباران کردن و همه این مقرها خیلی جالبه که تو وسط شهر بوده. یعنی شما حساب کنید چقدر یک حکومت میتونه جنایتکار باشه که بیاد چی میگن، نه این انبارهای مهماتش رو یا هر چیزش رو وسط شهر تأسیس کنه که سپر انسانی درست کنه. در هر صورت اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی جنایتکار تروریستی هیچ شکی نیست و باید به خانواده های این عزیزانی که از دست رفتن چه تو بحث هواپیما چه تو این خیزش اخیر واقعا تسلیت گفت و بهشون آرامش رو آرزو کرد. امیدوارم که زودتر این جمهوری اسلامی ثابت بشه تا جهان از دستش راحت بشه، نه فقط ایران. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. بله ممنون از شما. دقیقا بحث سر همینه. با امید خدا که حالا من هیچ موقع نمیگم با امید، به زودی اتفاق میفته. وقتی سقوط، اینها سقوط کردن و نسلشون به لطف خداوند منقرض شد، وقت مدارکی روش رو میشه که کم کم همه اینها مشخص میشه که دلایل این که این هواپیما ساقط شد چی بوده. حالا چندی قبلم امسال فکر کنم 2-3 ماه پیش بود یه فیلمی هم در اومد که لحظه‌ای که داشتن دستور میگرفتن شلیک کنن، زدن، شلیک کردن، خوشحالی کردن. حالا واقعیت اصلا مربوط به این صحنه بوده یا نبوده نمیدونم، ولی اینکه یک همونجور که آقای شایگان فرمودند یک کوتاهی، یک اشتباه هیچ موقع اتفاق نیفتاده و به عمد و به دلایلی بوده که حالا بعدها این دلایل مطمئنا مشخص خواهد شد.
اگر عزیزان نقطه نظری دیگه در این مورد ندارن، بپردازیم به آیتم آخر سخنرانی امروزمون در مورد حق حیات برای همه. بر طبق ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات مهمترین حقوق اولیه هر انسانی که از بدو تولد با انسان زاده میشه. حقی است خدادادی و در اراده خداوند که بستاند یا بدهد. انسان آزاد آفریده شده و با یک اختیار. در این بند به سادگی بیان میشه که هر انسانی باید از حقوق مشخصی مثل حق زندگی، آزادی و امنیت برخوردار باشه. به عبارت ساده تر میشه گفت هیچ انسانی نباید کشته بشه، امنیتش نباید به خطر بیفته و آزادی اون نباید ازش گرفته بشه. اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی چجوری به اجرا در میاد؟ متاسفانه ایران جزء معدود کشورهایی که تاکنون مجازات مرگ رو از طریق اعدام یا با چوب ایدا و یا سنگسار لغو نکرده. در واقع جرم تلقی کردن اعتقاد به آیین‌های مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب یا اعتقاد به آیینی غیر از شیعه با معیارهای قوانین بین المللی حقوق بشر مغایرت داره. تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد، اعدام به دلیل بیان عقیده و اظهار نظر درباره امور کشور و اعتراض به مسائل جاری کشور، اهم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اعدام به دلیل مواد مخدر و مواردی از این دست، همگی از موارد سلب حق حیات در جمهوری ننگین اسلامی محسوب میشه. به موجب بند 7 اصل سوم قانون اساسی، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولته. اما اونچه در ایران انعکاس یافته، آزادی های انسانی را با مفهوم موازین اسلامی محدود کردن و عدم آزادی بیان عقاید مذهبی و سیاسی، عدم آزادی برای انتخاب پوشش و آزادی های جنسیتی را در پی داره. طبق آخرین اخبار، دختری به نام مهسا محمدی فقط به دلیل انتشار پیام در توییتر که اخبار اعتراضات رو در اصفهان داشته توییت می‌زده، محکوم به اعدام شده و به یک دلیل واهی و اون هم توهین به ائمه اطهار. و یا پسر بچه 18 ساله نوشهری به نام ارشیا تک‌دستان که به دلیل رقص و شادی در نوشهر دستگیر شده، به جرم فساد فلعرض و محاربه به 2 بار اعدام محکوم شد. یادمون نرفته 4 اعدام اخیر رو و بیش از 50 مورد دیگه در همین حدود 1 ماه گذشته به دلایلی چون سیاسی و مواد مخدر. طبق آمار دیدبان حقوق بشر در ایران، تا به امروز بیش از 100 مورد حکم اعدام ظرف این مدت کوتاه چند روزه حدوداً 1 ماه صادر شده که تمام این احکام برای تایید به دیوان عدالت، دیوان عالی ارجاع شده که در صورت تایید همشون یک به یک به نوعی به اجرا در خواهد آمد. خوزستان 24 مورد، تهران 23، سیستان 21، مازندران 9، اصفهان 7 و آذربایجان با 7 نفر بیشترین موارد رو در اختیار دارن. اینها فقط یک آمار نیست، هر کدوم اینها یک حق حیات، یک جان یک انسانیه که گرفته شده و می شود و الان در خطره. مردمی که فقط برای کمترین حق خودشون که مهمترین حق هر انسانم است اعتراض میکنن، حالا به دلیل گرسنگی، به دلیل نداشتن امنیت و آرامش فکری و روانی، نداشتن سلامت جسمانی و اجتماعی، مشکل داشتن در تأمین حد اقلی امورات زندگی، مسائلیه که امروزه میبینیم مردم جامعه ما باهاش دست پنجه نرم میکنن و برای اعتراض به این روند دولت تک به تکشون به نوعی یا کشته میشن یا محکوم میشن و یا دچار نقص عضو میشن. در این حدود 4 ماه گذشته
ما بیش از 500 مورد کشته داشتیم. 70 تای اونا رو حدوداً 70 تا از اونها کودکانی بودن که متاسفانه در این راه جون خودشون رو فدا کردن. از شما عزیزان میخوام یه بحثی داشته باشیم، یه چند تا سوال گوشه ذهن منه، میخوام اگه بشه با هم دیگه در مورد صحبت کنیم و یه جوابی برسیم که آیا اصلا چرا، به چه دلیل، با چه مجوزی اینها به خودشون اجازه میدن که بخوان این گونه سرکوب کنن، بکشن و اعدام کنن، به کدوم ادله قانونی این حکم صادر میشه، طبق کدوم ما دو تبصره و توی چه دادگاهی، چه نوع قضاوتی، با چه نوع قاضی. اگر عزیزان در مورد تک تک این آیاها اظهار نظری دارن، خوشحال میشم که با هم بتونیم یک جلسه پرسش و پاسخی داشته باشیم. آقای احمدی خواه، مارک در اختیار شماست، بفرمید. درود و وقت بخیر. من شما عرض کنم قضیه که مثلا همین محاربهی که میگید نظرا یک وضعیت به قول معروف میشه گفت مسئولیت دیپلماتیک بازه خود کشور یا مسئولین کشور در است. یعنی اگر بر علیه مسئولین کشور و منافع اینا اقدام بکنید یه فتوای من در آوردید. چه این که میبینی در اول انقلاب میرن سفارت و امریکا رو میگیرن، گرایانگیری میکنن، این محاربه نیست، اینا میگن هر کاری که باعث اختلال در نظم میشه و جان افراد در خطر بیفته چون که نظم جامعه ریخته به هم پس محاربه میشه. این میبینیم این نیست. دو قضیه اشغال سفارت انگلیس همچین چیزی اتفاق میفته نیست. ترور آقای حجاری ها میشه نیست. خدمت شما عرض کنم دو سفارت عربستان و همین پیروز که دو سفارت آذربایجان هم میکنه که رئیس پلیس کشور برمیانه میگه اگر بازماندگان مقتول بخان می اعدامش میکنه. خب اگه بازماندگان مقتول بخان پس چطور یه نفر میاد مثلا یه خیابون رو بند میاره اسمش میذاره محاره، یکی کسی اصلا کشته نشده. اگه نظم جامعه ریخته به هم و مستحق اعدامه، خب در تمام مواردی که گفتم یا خیلی بیشترش شما قطعا میدونید همتون، مسئله خیلی شدیدتری و ضررهای خیلی شدیدتری و جامعه خورد، چرا اونا اعدام نمیشن؟ پس این در نتیجه این یه فتواییه که من در آوردیه. اگه خطر افتادن جون مردم اینقدر راحت میشه یه نفر رو بکتش کشت اعدام کرد، خب بس خیلی ها رو که طرفدار خود حکومت بودن ولی اقدامشون به نفع یا برنامه ریزی شده توسط حکومت بوده، اونا میشن مسئولیت پیدا کنن، یعنی اونا شامل این حکم نمیشن. به همین راحتی میشه نشون داد که خب این حکم حکمیه که حکم حکومتیه، حکم قانونی نیست. یعنی بستگی داره که کی چه کاری انجام بده، بر علیه کی انجام بده. و در موارد دیگه خود مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق تو اعلام میکنم به راحتی که بالای 1000 کانتینر سیگار در سال قاچاق میشه در کشور. در کشوری مثل ایران خب چطور مثلا بر ضد حکومت اگه بخواد چیزی قاچاق شه امکان پذیر نیست. مثلا یارو از مرز شناسایی میکنم میان تو تهران میگیرنش و نشون میده این قاچاقهاییه که هماهنگ شده و از دل خود سیستمه. ولی در مقابل میبینیم یه نفر ساده که مثلا کاتالوگ یه موادی از رو فقر جابجا کنه به راحتی حکم اعدام. یعنی تمام این مسئله حکم اعدام در ایران یه جورایی ابزار خود حکومته که کی رو چه جوری هست میکنه اگر ضد خودش باشه. و اگر ضد خودش نباشه صدها مثال میشه زد که میبینیم که اعدامی رخ نمیده. نمونهش هم همین شهردار تهران بود که خانومشو کشت، اعدامی هم نشد. یعنی اگه شما قدرت داشته باشی معافیت داریم. حالا این نظر من بود. حالا دوستان میتونن تو بحث بیشتر شرکت کنن، بحث یه ذره بازترش کنیم. متشکرم. بله ممنون از شما، دقیقا درست میفهمید. تو بحث محاربه، اگر محاربه به این صورته که خون بحث اختلاس هایی هم که هست و تخلفاتی که تو بحث نظام اقتصادی صورت میگیره، مثل آقای جزایری که حکمش هم صادر میشه ولی هنوز اجرا نشده، خب اونم محاربه میشه دیگه. اونو به نوعی
چرا اونها اجرا نمیشه؟ خب اینا همه نشون همونجوری که فرمودید مسئولیت هایی است که اگر با منی در یمنی، اگر بی منی بالای شعبه داری. آقای ناصری بفرمایید. درود عرض میکنم خدمت شما آقای لطفی عزیز و بقیه دوستان. در رابطه با سوالی که فرمودید، این که واقعا به چه حکمی و به چه قانونی واقعا داره اجرا میشه، خواستم فقط یه نکته بگم که داریم در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، یعنی یک حکومتی که اصلا نه نیاز به قانون داره نه نیاز به حکم داره، یه نظامی که کلا داره رو انگشت یک نفر فقط میچرخه، رو دست یک نفر داره میچرخه، واقعا نمیشه خیلی ازش انتظار داشت که اون قوانینی که نوشته خودش نوشته هم بهش پایبند باشه. یه سری قوانین رو خب ما میدونیم هست توی قانون اساسی، ولی اینکه چرا درست اجرا نمیشه، چرا نصف و نیمه اجرا نمیشه، هممون میدونیم دلیلش چیه دیگه. دلیلش منافع حالا نظامه، هر جا که به نفعش باشه نظام، خب 100% میاد حکم و اون قوانین رو 100% به طور کامل اجرا میکنه و خیلی سریع هم اجرا میکنه، و هر جا ببینه نه اصلا نیازی نیست اصلا اجرا بشه و به ضررش تمام میشه این کار، میبینیم که یه سری حکما، یه سری افراد سالیان سال که توی زندانن یا اصلا زندان هم نشدن، پروندهشون همچنان بازه و اصلا رسیدگی بهشون نمیشه چون اصلا نیازی نیست. حالا تو همین چند روز پیش یکی از همین حکمایی که میگم، حالا آقای خامنه‌ای همیشه میاد اینجور موها سریع دخالت میکنه دیگه، یکی بحث اون سند 23 یونسکو بود که تا اومد امضا بشه و انجام بشه سریع اومد یه حکم حکومتی زد و کلا باطلش کرد، و برای بحث برجام هم همینطور. الان چند روز پیش هم طی یه حکمی اومد یه هیئتی تشکیل داد که تمام اموال دولتی رو بتونن بفروشن، در واقع اموال مردم در واقع بیان بفروشن. یه هیئتی هم تشکیل دادن که این هیئت مسئولیت قضایی داره، که یعنی هر کاری که دوست داره میتونه بکنه، به هر کی که دوست داره میتونه بفروشه، به هر مبلغی که دوست داره میتونه بفروشه و اصلا پاسخگو هم نباشه و مسئولیت قضایی داشته باشه. خب یه همچین مملکتی ما داریم دیگه، واقعا قوانینی که واقعا میدونیم حالا تا حدودی درست هستن، حالا قوانین اساسی ما که خب همش درست نیست، ولی یه قوانینی داریم که خب حالا درسته، ولی یه همچین حکومتی داریم که همه اونا رو داره نصف و نیمه اجرا میکنه و نمیشه واقعا گفت که چرا به چه حکمی به چه قانونی دارن این همه جوون رو اعدام میکنن. الان تو همین اعتراضاتی که اتفاق افتاد، بحث صدور حکم حالا یه بحثه، ولی بحث کشتاری که توی خیابونا داره اتفاق میفته یه بحث دیگه است. داریم میبینیم که یه عده به عنوان سرکوبگر توی خیابونا هستن که من واقعا نمیدونم کجایی هستن، واقعا ایرانی هستن یا ایرانی نیستن، که اگر ایرانی باشن چه جوری میتونن که هموطن خودشون رو، یه نوجوان 16-17 ساله رو اینجوری زیر بار کتک بگیرن، یا یک خانم خیلی جوان، یک دختر بچه خیلی جوان رو با باتون بزنن تو سرش. من فکر نمی کنم واقعا ایرانی باشن یک ایرانی بتونه همچی کاری انجام بده. متاسفانه حرف زیاده در رابطه با این مسائل، من صحبتام کوتاه میکنم تا بقیه دوستانم نظرشون رو بگن. هستم در خدمت. بله ممنون از شما، درست میفهمید. های شاید درود مجدد. همونطوری که آقای لطفی شما فرمودین، خب اعدام غیر انسانی ترین حکمیه که یک دستگاه قضایی میتونه صادر کنه. حالا اگر مثلا 2300 چندم قرنها پیش بود، یه توجیهی میتونست داشته باشه که شاید مثلا خب اون دولت ها ناآگاه بودن یا حالا هر موضوع دیگه، ولی تو عصر امروز که سرعت تبادل اطلاعات و غیره و زالک تکنولوژی به صدم ثانیه شاید برسه، واقعا غیر منطقیه. حالا اینکه چرا توی کشوری مثل ایران همچین احکامی صادر میشه، اولا که این یکی از متاسفانه خاصیت های منفی دولت های توتالیتره، جمهوری اسلامی یا کره شمالی یا چین، که همه چیز رو مصادره به مطلوب میکنن. اصلا چیزی به نام قانون وجود نداره. قانون اون چیزیست که هیئت حاکم اعلام میکنه.
اگر به قول آقای احمدی خواه و آقای ناصری اگر به نفعشون باشه که خب اجرا میشه، اگر به نفعشون نباشه که خب اجرا نمیشه تحت هیچ شرایطی. هزار نوع تبصره و ماده میارن که اجرا نشه. در مجموع هزاران، به قول آقای احمدی خواه، هزاران مورد وجود داره که نقض احکامی که صادر میکنن وجود داره و میشه مثال زد تو طول دوران جمهوری اسلامی که صرفا باید اون قانونی که خودشون میگفتن هم اجرا میشده ولی اجرا نشده. حالا چرا؟ نمونهش مثلا آقای سعید مرتضوی یا این یکی قاری قرآنه چی بود اسمش، حالا اسمش یادم نمیاد، آقای طوسی یا خیلی موارد دیگه ای که چه اصلا اجرا نشدش، اصلا نذاشتن که به مرحله‌ای برسه که اصلا به دادگاه برسه خیلیاش. ولی خب یه جوونی که اومده از آینده‌ای که نداره اعتراض کنه، چه میدونم سطل آشغال آتیش زده، اسمشو گذاشتن محارب، و محارب هم که خب تعریفش مشخصه، کسی که جنگ مسلحانه با خدا میکنه، خدایی که جسم نیست چطور میشه باش جنگ مسلحانه که حالا اینکه اصلا خودش یه حکم مسخره ایه. خدا اگر جسم بود که باش بشه جنگ مسلحانه کرد که نمرود هم این کارو میخواست بکنه دیگه. در مجموع هزاران مواردی وجود داره که میشه مثال زد، ولی این خاصیت منفی، یکی از خاصیت های منفی حکومت های توتالیتره که به این شکل اجرا میشه. ممنونم. ممنون از شما. حالا در ادامه بحثی که شما فرمودید، اون بحث آقای طوسی، ورژن جدیدش مدرسه فوتبال مشهد و ما تو این هفته گذشته شنیدیم دیگه به چه صورت چند تا بچه نونهال، حالا چه اتفاقاتی براتشون افتاد، چی شد، حتی خب به چه دلیل، به دلیل اینکه علم الهدا ظاهرا آشناییه با این بنده خدا، مدرسه فوتبال بدون مجوز، حالا اسم مدرسه فوتبال رو برشن عوض کردن، چه اتفاقاتی افتاد. خود اون کسی که حالا آمارش در اومد مشخص بود که از سرکوب کنندگان بسیار به قول معروف فعالی بوده توی مشهد. خب تمام اینها آقای ناصری هم فرمودن دیگه، تمام اینها قانون در لحظه، به نظر من در جمهوری اسلامی در لحظه نوشته میشه، بسته به موقعیت، بسته به شرایط، و در همون لحظه هم اجرا میشه و اگر نیاز به تبصره و ماده واحدی هم داشته باشه سریعا بهش الحاق میشه تا بشه سریعا به قول معروف اجراش کرد یا ممانعت از اجراش گرفت. مثل همین قانونی که دیروز پیروز فکر میکنم گذاشتن بابت بحث فضای مجازی هنرمندان و فوتبالیست ها که بین 10 تا 15 سال حکم گذاشتن اگر باعث مشکلاتی در سطح افکار عمومی بشه و اونها مجرم حساب میشن و جرائم این چنینی براشون در نظر گرفته میشه. آقای طایف بفرمایید. بله ممنونم که مایک در اختیار من قرار دادی. حالا دقیقا عزیزم به همه نقطه اشاره کردم، ولی ما در این انقلابی که داریم به پیش میریم و اگه بخوایم این انقلاب که مطمئنا یه روز پیروز میشه، اگه بخوایم در آینده به همچین مشکلاتی هم نخوریم، چون بالاخره جامعه است که داره این حکومت ها رو اینطوری نگه میداره، اگه جامعه ما آگاه باشه مطمئنا همچین حکومت های عمرشون کم میشه و این از ناآگاهی جامعه ما هم هست که واقعا الان شما اینجا بحثمون چیه؟ بحث حقوق ذاتی ماست، بحث حقوق حیات برای همه است. ما در ایران اصلا حقوق ذاتی نداریم. ما الان در ایران جوانان الان در کف خیابان دارن برای حقوق ذاتی خودشون می‌جنگن که بتونن نفس بکشن تو هوای آلوده، بتونن زندگی کنن، بتونن اون چیز رو که فکر میکنن به زبون بیارن، آزادی بیان داشته باشن، آزادی تفکر داشته باشن. تو اون زمانی که من اعتصاب غذا کرده بودم، یکی از تلویزیون‌های آلمان اومد داشت گزارش می‌گرفت، گفت برای چی می‌جنگیم؟ من بهش گفتم که ما برای حقوق ذاتی می‌جنگیم. بعد خندش می‌گرفت، فکر می‌کرد که مثلا من منظورش رو نمی‌فهمم. گفتم نه، من سوال شما رو می‌فهمم. ما داریم فعلا تو ایران برای حقوق ذاتی می‌جنگیم.
که فعلا اونجا مردم بتونن نفس بکشن، مردم بتونن بخورن، مردم بتونن بیاشامن، فکر کنن. ما در ایران حقوق ذاتی متاسفانه نداریم. حقوقی که در حقوق بشر، قانونی که در حقوق بشر نوشته شده. حالا بعد از این که به اونا دستیابی پیدا کردیم، میایم بحث نمیدونم آزادی زنان و فلان و فلان که همش الان تلفیق شده با هم. و من همیشه میگم این یک انقلاب نیست تو ایران، این یک رنسانسه که همه رو به هم زده و یه چیزی از درون این به نام زندگی برای همه ایرانیان بیرون خواهد بود. مرسی از اینکه ما در اختیار من هست. ممنون از شما. آقای احمدی خواه عزیز بفهمید. درود مجدد. ببینید در راسته این بحثی تو ببینید به نظر من اولین حقوقی که مردم باید دنبالش بشن حتی قبل از آزادی به نظر این داشتن یه قانون اساسی روک و مشخص که کسی نتونه ازش تفسیر داره، یعنی هیچ استثنای قائل نشه و یک ضمانت اجرایی درستی هم داشته باشه. ببینید مثلا همین مباحث اخیر آیه رستم قاسمی وزیر که مرد، ایشون یه معاون داشت که برادرزاده آقای مکارم، مثلا کوی ایشون کجاست؟ اصلا خود وزیر رو حذف کردن، هم حذف پست رو ازش گرفتن، هم حذف فیزیکی شد که آقای مکارم شیرازی نکنه وضعیتش روشه. امکان نداره یکی بیاد معاون وزیر، مشاور و معاون وزیر شه، رابطه نداشته باشه. چه شکلی میاد همه تکس میکنم و این میشه یه نفر دقیقا رابطه فامیلیش مشخص بشه از و بگن آقا همچی کسی نبود. این مشکلی که ما داریم بزرگترین چیزی نیست که قانون خیلی تفسیر میشه و خیلی جا داره برای اعمال نفوذ سیاسی و حالا حزبی. به نظر من مردم با باید اولین چیزی که خواهانش باشن، حتی از آزادی هم باشن به نظر من مهمتره، اینی که دنبال این باشه که یه قانون اساسی شفاف داشته باشن که برای همه باشه، حالا طرف های کارگر، صاحبکار، وزیر، وکیل، هر کسی هست، این استثنا شامل حالش نشه که آقا من خواهرزاده فلانی ام، برادرزاده فلانی ام، میام حتی وزیر رو برمیدارم بعد میبرمش معلوم نیست تو چین چه بلایی سرش بیارم، میمیره بعد اصلا قضیه فراموش میشه. البته مثال که خیلی زیاده، حالا یه مثالی بودش که چون که تازه است آدم میتونه بگه، یا الان که شما میگین بازی مدرسه فوتبال یا بسیار چیز جنایات دیگه، اینا خیلی موقعا نه که بخوان از یارو دفاع کنن چون که خودشون هم یه جورایی درگیرن. زمان سعید توسی که نام بردی، خب ایشون معلم قرآن مصطفی خامنه ای هم بود، حالا چه بسا یه مسائلی هم با هم داشتن، مثلا نمیخواسته روشه، اگر ممکن بود طرف خواست اعدام بشه رو میکرد. من نظرم اینه که بیشتر مردم این هزینه 40-45 سال اینا رو دادن بیشتر دنبال یه قانون شفاف باشن که حالا اگر آخون رفت فردا هر کی اومد دوباره تکرار نشه، یعنی از این قانون سوء استفاده نشه و کسایی مسئولیت نداشته باشه. متشکرم. بله دقیقا تبیین قانون اساسی درست و مهمتر از درست بودنش کارا بودنشه و به نظر من خیلی حیاتیه. ولی خب اونهایی که دستن در کار هستن مطمئنن در فکر، خب تو صفحات مجازی داریم میبینیم عزیزانی که آنها به نوعی دست در سیاست دارن شروع کردن، بعضن پیشنهاداتی بابت قوانین اساسی ارائه دادن. حالا یک سری از این دوستانی که حالا پیرو سلطنت هستند، قانون بحث سلطنت، قانون اساسی مشروطه رو پیش میکشن که نیاز به اصلاحاتی داره طبیعتاً و خب در بعضی موارد باید اصلاح بشه، ولی میدونن نسبت اعلام میکنن نسبت به قوانین اساسی که موجوده میشه گفتش که کاملتره و بهتره. حالا اینها به نظر من نه اینکه حالا بحث فورس داشته باشه، ولی باید تا لحظه‌ای که بخواد بره تو بحث رفراندوم و بحث به نوعی انتخابات باید آماده بشه، باید گفته بشه، باید روش کار بشه و اون دیدگاه، اون عموم بشناسن، بفهمن در موردش، بدونن
که بدونن به چی میخوان رأی بدن این بار، چی رو میخوان انتخاب کنن. یه نکته ای که تو این یکی دو روز امروز اتفاقا توی بحث فضای مجازی حالا تو اینستاگرام من خوندم، یکی از این عزیزان دری که چندی گذشته صحبت از ترورش بود امروز ازش تقدیر شد، آقای صلواتی. من که آقا نمیذارم، این آقای برادر صلواتی عزیز قاضی دادگاه، قاضی مرگ دیگه نوعی، امروز ازشون تقدیر شد. خب این یک نمونه از اون بحث هاییه که چون به نفع خودشونه و به راحتی میتونه نظر بده، به راحتی میتونه کار کنه و این گونه ازش حمایت وقتی میشه مطمئنن بهتر از قبل حکم صادر میکنه. سکه خانم بیژندی در خدمت شما است، بفرمایید. درود دوستان، امیدوارم که صدای من باشه چون یکم اینترنت من ضعیفه. اول که ممنون از نقطه نظرات دوستان، من میخواستم بگم که وقتی صدر این حکومت که همین علی خامنه ای باشه، یه ایرانی نیست، دلسوزی هم برای ایران و ایرانی نخواهد کرد. حالا من جمله این که تمام مسئولین و اطرافیان همه فامیلن، این کاملا مشخصه، رابطه ها و رانت و فساد همه چی یک مجموعه است، یک زنجیره است سوی ایران. و نکته مهمی که وجود داره اینه که هر کسی که حتی از خود، یعنی درون خود این گروه هم باشه، اگه برخلافشون باشه اون رو هم میکشن، رحم نمی کنن. و این دیگه ما چه انتظاری می خواهیم داشته باشیم که بیان به مردم کشور این رحم داشته باشن و این کار انجام ندن. و نکته دیگه، حالا در ادامه صحبت آقای احمدی خاک گفتن قانون اساسی، من در ادامهش میگم من فکر می کنم که این درسته و ما واقعا نیاز داریم به یک دستگاه قضایی مستقل. یعنی وقتی عدالت درست تو کشور ما برقرار باشه مطمئنن این اتفاق ها نخواهد افتاد، که اون عدالت خب مهمتر از حتی هم آزادی. وقتی عدالت وجود داشته باشه آزادی هم داریم، وگرنه الان ما اگه آزادی هم بخوایم داشته باشیم و عدالتی نباشه، همین اتفاقایی که الان میفته تکرار خواهد شد. و در پایان هم میخواستم فقط به این نکته اشاره کنم، همطور که خانم اسماعیلی سخنرانی کردن در مورد هواپیمای اوکراینی، اگه دادگاه اونا رو هم دیده باشین، همین آخرین باری که نشون داده شد، من فکر کنم یه حالا یا افسر یا یه سرباز خیلی جزء رو به عنوان کسی که خطاکار بوده معرفی کردن اونجا و مطمئنن اعدامی هم برای صورت نمیگیره. البته که من کلا 100% با اعدام مخالف هستم، ولی به عنوان مجازات دارم میگم، صورت نخواهد گرفت و فقط یه دادگاه نمایشیه، چون معتقدم بر این که کسانی که بچه های مایی که در خیابان ها اعتراض کردن و دستگیر کردن رو یک قاضی عدالت قضاوت نمی کنه. اینا همه نیروهای امنیتی خود جمهوری اسلامی هستن که حکماشون رو از پیش نوشتن و فقط میان توی دادگاه نمایشی اون رو عنوان می کنن و اجراش می کنن. پس ما انتظار اینو نباید داشته باشیم الان که واقعا یه عدالتی تو کشور ما برقرار باشه و یه حکم منطقی و درستی حتی نسبت به اون کسی که یک کاری جرمی رو مرتکب شده انجام بدن. مرسی، ممنون که زمانو به من دادی. ممنون از شما و نقطه نظرات شما. آقای شایگان عزیز بفرمایید. درود مجدد و عذرخواهی بابت این که من امروز زیاد صحبت کردم. قانون زمانی ما میتونیم بهش بگیم قانونی وضع شده که نمایندگان اون پارلمان یا مجلس از دل مردم برآمده باشن. ما در همین دو سه ماه گذشته و قبلتر از اون هم حتی دیدیم که نمایندگانی که اسم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی وجود دارن هرگز نماینده مردم نبودن. یک نمونه بارزش اینه که این 297 نماینده مجلس حکم اعدام رو خواستار شدن برای کسانی که معترض بودن به شرایط فعلی. این هرگز نمیتونه یک قانون اساسی مبتنی بر این که
ازت بخوام مبتنی بر این که خاص مردم چی هست وضع کنه، یا اینکه مثلا در چند سال گذشته تمام نمایندگان مثلا مجلس اومدن لباس تروریستی سپاه پاسداران رو برتن کردن، حالا به هر دلیلی من کاری ندارم، اینا هرگز نمیتونن یک قانون اساسی مدون به نفع مردم تدوین کنن. اینا همواره همونطور که خانم بیژندی گفتن، چون فامیل تو فامیلن، به نفع نظام جمهوری اسلامی، حالا سران ارشدش قوانین رو وضع میکنن، اون قوانین هم به طوری وضع میکنن که هزار تا اگر و اما داشته باشه، که اون اگر و اما ها رو فقط خودشون بلدن کی چه جوری به نفع خودشون تفسیر کنن. بنابراین از نظام جمهوری اسلامی هرگز هیچ نوع توقعی نمیشه داشت غیر از کشتار، خشونت و ترور. باز هم من تکرار میکنم که این نظام تنها و تنها باید سقوط کنه تا نه تنها ایران بلکه کل جهان بتونه به یک آرامش و ثبات برسه. امیدوارم که زودتر این اتفاق بیفته. ممنونم که وقت و اختیار من گذاشتید. آمین که به زودی اتفاق خواهد افتاد. ممنون از شما نقطه نظرتون. یک نکته دیگر رو بیان کنم و کم کم به انتهای جلسه نزدیک بشیم. این که امروز خانم آرمیتا عباسی جلسه دادگاهی رو داشتن، خالی از لطف نیست، در مورد ایشون هم امروز به دلیل اینکه خب حالا مسائل و مشکلاتی برای ایشون در این مدت فکر میکنم بالای 3 ماه، بیشتر از 3 ماهی که ایشون بازداشت هستند، خب خبرهایی رو ما شنیدیم که چه اتفاقاتی برای ایشون افتاد. خب طبق آخرین پیامی که از پدر ایشون از صفحه ایشون داشتیم که حکمی فعلا برای ایشون صادر نشد. آیا واقعا این حق، حالا ما میدونیم دیگه، ما میدونیم که ایشون به حق اعتراضی داشته، ولی خب این همه مشکلات و گرفتاری برای، حالا این یک نمونه از بیشماره. چندی قبل اگر خاطرم باشه حدوداً دیروز یا پیروز دیدبان حقوق بشر اگه اشتباه نکنم 3 مورد شکنجه رو، 3 تا جوان رو، نوع شکنجه هایی که این عزیزان شده بودن و اتهاماتی که بهشون داده شده بود و پذیرفته بودن با شکنجه های زیر شکنجه پذیرفته بودن، خب اینها برای چی؟ چجوری من بتونم حالا سوال رو یه جور دیگه بگم که دوستان راحت‌تر بتونن مشارکت کنن؟ آیا واقعا باید انجام بشه؟ آیا واقعا بعد از انقلاب، بعد از اینکه ما پیروز شدیم، تمام این عزیزانی که این بلاها رو سر این بچه هم میارن و آیا باید همین گونه باشون برخورد کرد؟ اینجوری بهتر بشه راحت تر در موردش صحبت کرد. در این مورد خب این قانون، اگه قانونه که فعلا تا زمان نوشتن یک قانون جدید فعلا از همین قانون خودشون استفاده کنیم بر علیه خودشون، واقعا میشه ازش استفاده کرد و باید انجام بشه یا نه؟ بفرمایید آقای احمدی خان. درود مجدد، ببخشید من امروز خیلی صحبت کردم. ببینید استفاده از یک چیز بد تا تکرارش دوباره بدی ایجاد میکنه. دیده من ها، اگه ما بخوایم روش اون رو انجام بدی از نظر اصولی که شما میگین، بله، چون که قانون جاریه تا بیان خب ما قانون بذاریم حداقل هیچی نباشه 2-3 ماه طول میکشه تا یه مجلسی تشکیلش بشه و بیان رأی بدن دیگه، سریع ترین حالت حداقل 3 ماه طول میکشه. قاعدتا میتونیم از این فرصت نبود قانون جدید استفاده کنیم، ولی خب ما چه تفاوتی میکنیم با جمهوری اسلامی و آیا ما میخوایم این روند تکرار شه؟ آیا ما دوست داریم دوباره حالا مثلا 5 سال، 10 سال، 20 سال بعد کسایی به همین بهونه ها بگن آره اینا اومدن فلانی و فلانی و فلانی اعدام کردن، یا به خونخواهی یا برای سوء استفاده از این اتفاق بیان همینو استفاده بکنن؟
به نظرم بعد این فرایند یه جا قیشی شه و دست برداریم از کشتن. حالا میشه با حکمای سنگین، حکمایی که مشقت بار باشه و خیلی سخت‌تر از اعدامه، یعنی طرف توی یه لحظه اعدام میشه میره، ولی اگه توی زندگی مشقت بار باشه خب غالبا به نظر من زجرش هم بیشتره، یا حداقل اینه که طرف میبینه چه بلایی سر بقیه آورده. به نظر من تنبیه بهتریه، ولی اینی که بیام دوباره استفاده کنیم این لوپ، این گردشه دوباره تکرار میشه. این نظر من. حالا دوستان چه نظری داشته باشه؟ بحث اون شکنجه هست های احمدی خواهد که اون شکنجه هرم اجرا بشه یا نشه. بحث اینه که بالاخره شما حساب کنید یک دختر بچه، حالا همین آربیتا عباسی رو صحبتشون میکنیم، واقعا چه بلاهایی سر این بچه نیومد. حالا یه چیزی نمونده که دیگه، بلایی نمونده بود که سر بدبخت نیارن. هنوزم ازش اعترافی نگرفتن طبق حالا اون اطلاعاتی که من دارم. خب چجوری باید نگاه کرد؟ چجوری باید اگر بالاخره باید من احساسم به اینی که باید یه جایی یه تشری خورده بشه دیگه، درس عبرتی باشه واسه بقیه. آقای طایف بفهمید. بله، مرسی از اینکه دوباره ما که دارد دارم. آقای لطفی، این تشره باید به خودمون باشه تا به بقیه. ما باید یه جایی از بگذریم دیگه. حالا درسته شاید من کسی تو خانوادم همچین جرم، همچین کاری سرش نیومده، همچین چی میگن دردهایی رو نکشیدم، همینطور راحتی میگم که نه، باید بگذریم. اونی که خانوادش به این بلا به قول معروف میگن آنها دوچار شده، راحت نتونه نگذره. ولی اگه ما نگذریم یا اون خانواده نگذره، دوباره همین کارها پیش بیاد، این هنجاریه که در جامعه همینطوری میره. همین کاری که جمهوری اسلامی از اولش کرده دوباره ادامه داره. همون موقعی که از زمان پهلوی اومدن تو زمان جمهوری اسلامی، تمام اونایی که تو ارتش بودن و سرشناس بودن و ایرانی بودن و بالاخره به نحوی میتونستن ازشون استفاده کنن و بعد شاید تو ایران میموندن و بعد همشون رو اعدام کردن بدون هیچی، فقط محاربه اسم گذاشتن و اعدام کردن، که همین نفرت ها باعث شد که تا همین امروز هم که همه تو دلشون دارن که آقا از همون اولش اعدام کرد. اگه ما هم همچین کاری رو بکنیم دوباره همین ادامه داره. بالاخره باید از یه چیزی بگذریم دیگه، بگیم آقا خب میتونیم مجازاتشون کنیم. بعد حالا من گفتم این یه رنسانسه، ما میخوایم تو قانون اساسی دست ببریم، عوضش کنیم، جدای دین از سیاست رو میخوایم، مثلا شیعه گری رو میخوایم حذفش کنیم، که آقا قصاص نمیخوایم، فلان چیز نمیخوایم، بندها و ماده هاشو میخوایم، همشو میخوایم که عوض بشه دیگه. اگه ما همچین کاری بکنیم، دوباره شکنجه بکنیم، به نحو خودمون استفاده کنیم، دقیقاً همین جریان ادامه پیدا کنه. ما باید یه قدم بیایم عقب، خون دل بخوریم، بگیم با اینکه عزیز منو شکنجه کردن، عزیز منو بلا سرش آوردن، ولی باشه، به خاطر جامعه ام، به خاطر ایرانم میگذرم، به ایشون مجازات بدین، تو زندان بمونه، من راضی میشم که اعدام نشه، شکنجه نشه. به نظر من این بهترین موضع است که میتونیم بالاخره جامعهمونو از یه منجلابی به عنوان اینکه شکنجه و قصاص و اعدام نجات بدیم. مرسی. بله، آقای ناصری عزیز بفرمایید. درود مجدد. منم موافقم با دوستان، الان هم نظرات آقای طایفو شنیدم هم آقای احمدی خواه. به نظر منم دقیقا همینه، باید این چرخه یه جای قطع بشه. آقای لطفی عزیز درسته، حالا ما نمیتونیم، من خودم به شخصه نمیتونم واقعا درک کنم اون حجم از اتفاقات تلخی که الان خانواده ها دارن الان تجربهش میکنن، عزیزانشون توی بازداشت، از خیلیشون واقعا خبر ندارن، یا خبرم داشته باشن میدونن چه بلایی دارن توی زندان سرشون میاد. واقعا من نمیتونم و خودم رو جای اونا بذارم و درک کنم این مسئله رو، که اگر جای اونا بودم چه تصمیمی میگرفتم. ولی که الان که اینجا نشستم که همچین دردی به اون شدت واقعا تجربه نکردم. بالاخره همه ما دردمندیم دیگه، هموطنانمون الان توی زندانن، شاید دوستی داشته باشیم که الان بازداشت باشه یا اتفاقی افتاده باشه، همه ما به یه جوری داریم درد رو تجربه میکنیم، ولی نه به اون شدتی که عزیزمون توی زندان باشه.
من به شخصه تو همین جایگاهی که هستم واقعا تصمیم دارم که این چرخه واقعا قطع بشه، چرخه ظلم و ستم و چرخه شکنجه و کشتن و یه جایی باید تموم بشه و چطور میشه گفت یه جورای ریستش کنیم، از نو همه چی رو شروع بکنیم. واقعا اصلا انگار هم چیزی وجود نداشته. توی همون بعد از انقلاب 57 دیدیم دیگه چقدر انسانهای شریفی واقعا، چه انسانهای کشته شدن. آقای طایف گفتم واقعا چقدر سرهنگ و انسان تحصیل کرده و سیاستمداری که واقعا کلی تجربه داشت و متاسفانه توی اون سالا کشتن که میتونستن از تجربیاتشون استفاده کنن. ولی که البته الان همچین چیزی وجود نداره. الان تمامی همین کسایی که الان سردم دارن توی این مملکت همه رو کلن بذاری یه گوشه، هیچ واقعا اتفاق خاصی نمیفته، مملکت به همین روال کارش ادامه میده. چون واقعا بود و نبودشون، یعنی نبودشون خیلی منفعتش بیشتر از بودنشونه. الان 200 خورده ما نماینده توی این مجلس داریم که واقعا جز خوردن و خوابیدن و دادن یه تزایی که نمیدونم از کجاشون واقعا در میارن، هیچ کار دیگه انجام نمیدن، فقط یه حقوق مفتی دارن میگیرن و یه رانتی به جیب میزنن و یه مالی بر هم میزنن و بعدم که قربونش برن میرن توی این کشور و اون کشور لذتش میبرن. ولی که حالا نظر شخصی من اینه که واقعا این کشت و کشتارا باید تموم بشه، چه شکنجه چه کشتن باید تموم بشه و از نو همه یه ایرانی آباد بسازیم برای خود. مرسی از شما آقای لطفی عزیز. ممنون از شما و نقطه نظرتون. آقای شایگان بفرمایید. درود مجدد. بحث آزاد امروز در مورد حق حیات هست، یعنی یکی از فکر کنم مورد سوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که حق حیات برای همه. بنابراین وقتی ما در مورد حق حیات صحبت میکنیم، در مورد این صحبت میکنیم که حتی اگر کسی جنایت جنگی هم انجام داده باشد، مستوجب این نیست که حق حیات ازش گرفته شود. عزیزانی که تو این مدت 40 و چند سال ظلمی بهشون روا داشته شده، فکر می‌کنم کمتر خانواده‌ای باشن توی ایران که از جمهوری اسلامی آسیبی ندیده باشن به هر نوعی. اما خب پس از سقوط جمهوری اسلامی ما باید چه رفتاری انجام بدیم؟ من با تمام این گفته های دوستان آقای طارف، آقای احمدی خواه، آقای ناصری موافقم. این چرخ باید یک جا قطع بشه. اگر ما به یک رنسانس معتقدیم، باید این احکام مرگ رو یک جایی قطع کنیم. قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر به نظر من بهترین نوع قانون هست، جایی که اگر کسی جرمی مرتکب شده باشه هم مستجیب یک سری مجازاتی هست که حالا قانون براش در نظر میگیره، ولی مرگ یا اعدام یا هر نوع قانون به این نوعی به نظر من این چرخه معیوب رو همچنان دوار خواهد داشت. بنابراین اون اشخاصی که بهشون ظلمی وارد شده یا اون اشخاصی که ظلم رو تحمیل کردن، به هر حال اینا باید تو یک جایی چرخشون قطع بشه و این قانونی که حتما باید یک به قول معروف قصاصی در چشم در برابر چشم یا غیر و ذالک، یک جایی باید قطع بشه. قانون مبتنی بر حقوق بشر به نظرم بهترین نوع قانون هست. حق حیات برای همه است. ضمن اینکه یکی از دوستان، حالا من فکر کنم آقای احمدی خواه بود، گفتن که اگر اعدام بشه که خیلی راحته، ولی اگر یک حبسی مبتنی بر اون جرمی که انجام داده صورت بگیره، براش دردناکتر و عذاب‌آورتر خواهد بود. این شخصی که تو این دوره داره یک قوانین ضد بشری انجام میده، فرض بفرمایید اگر یک قانونی وضع بشه که
سران اصلی مملکت مثل خامنه ای زنده بمونن و توی جامعه ببینن که چه نوع اصلاحاتی انجام میشه، چه نوع رفتارهایی صورت میگیره، چقدر براشون دردناکتر خواهد بود. این کسانی که توی ایدئولوژی صرف مبتنی بر احکام ضد بشری دارن زندگی میکنن و فکر میکنن، بیان به یک ببینن که یک نوع حقوق بشری داره رعایت میشه که همه اقوام، همه زنان، همه مردان، همه چه میدونم کارگران و غیر و ذالک دارن به نفع اصلا با هم رشد میکنن. براش خیلی دردناکتر خواهد بود اون شخص تا اینکه اعدام بشه. در هر صورت فکر میکنم اینو قوانین باید یک جایی قطع بشه و قوانین مبتنی بر حقوق بشر رعایت بشه. ممنونم. بله دقیقا میخواستم برسم به همین جایی که طبق ماده 3 حق حیات برای همه، آزادی، حق زندگی، حق داشتن امنیت و آزادی بیان، فارغ از هر دیدگاهی، فارغ از هر پیشینهی به نوعی، این که ما دم از فعال حقوق بشری میزنیم باید از همین الان ذهنها رو آماده کنیم، باید از همین الان به نوعی افکار جامعه رو ببریم به سمت و سوی که شعارهای مانند نفراموش میکنیم نمیبخشیم دیگه درش داده نشه. خب این شعار خودش نشوندنده اینه که جامعه نمیخواد رها کنه این انسانهایی رو که امروز شکنجه میکنن، این انسانهایی که امروز اعدام میکنن و میخواد انتقام بگیره و میشه همون روال گذشته و میشه همون اتفاقاتی که قبلا افتاد. پس این بار مسئولیت به نظرم برای ما فعالین حقوق بشر حداقل، ما حالا هر کسی به نوعی، حالا اون عزیزانی که تو صفحات اجتماعی شاید دنبال کننده های بیشتری دارند، شاید به نوعی این آموزش و این تغییر نگرش بتونه به سمت جایی بره که تک به تک این اصول سیگانه حقوق بشر نهادینه بشه تا در نهایت اصول قانون اساسی بر مبنای این اصول نوشته بشه و اجرا بشه. ایمان داریم که به زودی زود اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد. عزیزان اگر نقطه نظری در ادامه ندارن که خط جلسه رو اعدام کنیم. آقای طائف بفرمایید. من یه عرض کوچیکی داشتم، یه نظری به نظرم رسید که حالا اینو میخوام بگم. اینه که درسته حق حیات رو میخواییم و میخواییم اعدام ها نباشه، شکنجه ها نباشه، ولی خب الان این هم آدم تو جمهوری اسلامی هست، سرکوبگر هست و دارن مردم رو به وحشتناک‌ترین طور ممکن سرکوب میکنن، شکنجه میکنن. آیا فردای آزادی زندان های ایران برای همه اینها جا داره؟ اینا تا چه حدی میخوان مجازات بشن؟ اینا چه مقدار، چه زمانی رو تو زندان خواهند بود بعد وارد جامعه خواهند شد؟ آیا جامعه اینا رو قبول میکنه؟ جامعه ای که الان یکی میره زندان میاد بیرون، شرکت ها استخدامش نمیکنن، واسه کار کردن، کارمند بودن به مشکل میخوره، در و همسایه میگن این زندان بوده، علتش چی بود اصلا نمیپرسن. جامعه ما مهمه و از طرفی اونایی که الان تو خود سیستم هستن، حالا از همون بالا دستیش بگیر تا اون طبقات پایینش، اینا تا چه مدت تو زندان خواهند بود؟ اینا چطوری با جامعه بعدن تلفیق خواهند شد؟ که فقط حق حیات باشه، بله الان خیلی راحت میگیم آقا حتی واسه اونی که جنایت کرده هم حق حیاته، باید، ولی خب طبقات بعدی هم داره که اینا واقعا اصلا بحث برانگیزه و به این راحتی نمیشه در رابطه باش تصمیم گرفت. اینو میخواستم به خدمتون برسونم. مرسی. بله ممنون از شما. حالا در این مورد جناب آقای پهلوی یه بحثی رو عنوان کردن که خب این اواخر خیلی بر علیهشون هم استفاده شد، تو بحث این که ایشون فرمودن حتی از عزیزان و از افرادی که در بسیج و سپاه عضو هستن و دارن تو این شرکت میکنن، اینها برگردن به سمت مردم. خب یک سریاشون هستن که کار واقعا بلدن، حالا تک و توک شاید انگشتان دست میشه ازشون استفاده کرد که حالا داره بر علیهش استفاده میشه. میشه همون میشه همین که
شاید که نه، مطمئنن در بعد از انقلاب همه این آدم هایی که الان دستشون به نوعی در خون مردم آغشته است، در سرکوب آغشته است، شاید تا اون لحظه برگردن. وقتی برگردن دیگه نمیشه اونها رو به همون چوب بقیه زد و اونها رو بخواد به نوعی براشون قضاوتی در نظر گرفت. وجدان اونها، وجدان دردی که تا ابد با اونها هست آخر عمرشون، به نظرم بیشترین و بهترین حکمیه که میشه براشون نوشت. خانم بیرجندی بفرمایید. ممنونم، درود مجدد دارم، مرسی این فرصت به من دادید. من اول که یه موضوع آقای شایگان گفتن که اگر در فردای آزادی ایران ببینن اینها که کشوری بر پایه دموکراسی و قانون هست و حقوق بشر درش رعایت میشه اذیت میشن. نه آقای شایگان عزیز، این تنها چیزی که برای اینا اهمیت نداره و این مورد اصلا اونها رو آزار نخواهد داد، افکار پوسیده، حالا اگه به سن خامنه ای هم نگاه کنیم و اون در واقع اون ایدئولوژی که توی ذهن این آدم هست، برپای همین تا همین سن رفته و تا آخر مرگ هم همین خواهد بود و مطمئنن این رو آزار نخواهد داد. اما در مورد موضوعی که شما فرمودید آقای لطفی، من تا اینجای انقلابی که پیش اومده، اول بگم معتقد بر اینم که انقلاب یعنی یک تحول و تو این تحول ممکنه بسیاری اتفاقهای بیفته که تا الان هم ما به هر حال شاهدش بودیم. از زمان آغاز این انقلاب تا الان من فکر میکنم تا حدودی خود مردم اون کار رو که میخواستن رو انجام دادن دیگه. این یه چیزیه که واقعا باید خود مردمی که الان کف خیابون هستن یا بودن تصمیم گرفتن و میدونیم به خیلی ها رو شناسایی کردن، خیلی ها رو مجازات کردن، خودشون الان هم یه سری کمیته های مجازاتی تشکیل شده که اونام دارن همین رو میکنن. و باز هم یه صحبتی که آقای احمدی خواه کردن که تا اون زمانی که بخواد قانونی در کشور برپا بشه و یک کشور قانون مدار بشیم، حالا این خلا وجود داره و مطمئنا اتفاقاتی خواهد افتاد حالا از سوی مردم و این واقعا باید واگذار شه به خودشون. الان ما نمیتونیم بگیم ببخشید، نمیتونیم بگیم نبخشید، هیچ دخالتی ما نمیتونیم بکنیم چون جای هیچ کدوم اونا نیستیم، تو شرایطشون نیستیم و تو حتی ایران هم نیستیم. اما بعد از زمان آزادی ایران با قانونی که به وجود بیاد و اون کشور رو بخواد اداره بکنه، چرا این اتفاق خواهد افتاد؟ حالا هر کسی که بود، و یه نکته این وسط پرانتز بگم خدمتون، همینطور که شما گفتید مردم خواستن، درخواست دادن، چه از سپاه، چه ارتش، چه بسیج، هر کدومشون، به هر حال اینا جز ایران و ایرانی هستن که هنوز فرصت دارن که به مردم بپیوندن. اگه پیوستن که خب پیوستن به مردم و اون راه ادامه پیدا میکنن، اما اگه نپیوستن در انتها زمانی که کشور اون قانون رو داشته باشه، مطمئنن به هر حال اون چیزی که لایقشون هست، اینطور بگم بهتره، لایقشون هست، براشون صادر میشه، حکمی هست، حالا هر چیزی به غیر از اعدام و همین دیگه. این میتونه این اتفاق باشه که بتونه یه تصمیم گرفته بشه واسه افرادی که این کارا رو کردن. و آقای انتهای صحبت هم کوتاه کنم، آقای طایف گفتن که زندانهای ما جا داره، انقدر زندانهای ما الان انسانهای فریفته و شریف و خوبی درش هست که وقتی خارج بشن مطمئن باشه جا برای این آدمایی که شکنجه‌گر بودن یا کشتن انسان‌های، ظلم کردن، جنایت کردن به مردم ایران، جا برای اونها بسیار زیاده. مرسی، ممنون، خیلی جلسه خوبی بود، سپاسگزارم ازت. ممنون از شما و همه همکاران عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون از مشارکت هاتون، نقطه نظراتتون. تا پیروزی ایران چیزی نمونده و تا اون لحظه که همگی دور هم آزادی ایران رو جشن میگیریم. در ساعت 15:50 به وقت اروپای مرکزی پایان جلسه کمیته
دفاع کمیته منطقه جنوب آلمان رو اعلام میکنم. تشکر میکنم از ادمین های عزیز، آقای احمدی خواه و آقای اشعی عزیز اگر اشتباه نکنم، و صدا برداران آقای اشعی عزیز، آقایان اسفندیار سنگری و آقای ناصری عزیز، ثبت صدا و تدوین آقای بازداران، منشی جلسه و سخنرانان عزیز. عصر خوبی داشته باشید تا روز دیگر و جلسه دیگر. بدرود.